برام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و صلوات خدمت رسول مقبول اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و درود در بروان شهدای پاک که در بلخ جان شیرین خدا در مسجد از دست دادن و تسلیت به عزیزا و بازماندگانشان. دوستان عزیز، من دکتر محمد نصیر جاله هستم، مجری برنامه طبیب خانواده و در خدمت شما از قردان تا ساعت 2:30. اجزایی که برنامه ما را تعقیب میکنن یا با روند برنامه کاملا آشنا هستند که برنامه طبیب خانواده یک برنامه طبی هست، یک برنامه صحی است، به خاطر رفع مشکلات طبی و صحی شما اجزا در نظر گرفته شده که روزهای تاق، یعنی روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه به شکل زنده و مستقیم ساعت 9:30 شروع میشه و ساعت 10:30 ختم میشه. البته ما یک شماره تماس هم داریم که شما اجزا را وصل میکنه با ما و شماره تماس هست 0793-26-77-61 هست. امروز ما دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز دعوت کردیم در استودیو که با ما باشن و روی موضوعات مشکلات صحی که در بخش خانما و دختر خانما هستن بحث بکنیم. موضوع برنامه ما نظر به تقاضای شما عزیزا در مورد منس یا در مورد عادت ماهوار هست. در ابتدا قبل از اینکه موضوع رو شروع بکنیم شما رو باز من تکرار میکنم، به ازایی که سوال دارین شماره تماس ما هست 0793-26-77-61 و ازایی که از طریق رادیو میشنین ما بعد از هر تماس انشالله و رحمان شما رو تکرار خواهد کردیم چندین بار آهسته آهسته. اما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم یک خوش آمدید میگم دکتر صاحب. دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز، لطف کردین که در استودیوی تلویزیون معارف تشریف آوردین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام همکاران گرامی شما و شنونده ها و بینندگان تلویزیون و رادیوی معارف و درود میفرستم بر روان پاک شهدایی که دیروز در روز جمعه در قلعه اردوی شوین در مزار شریف جانای شیرین خدا از دست دادن، جنت فردوس جایشان و همچنان به بازماندگانشان صبر جمیل و به زخمی های عزیز شفای عاجل از خداوند خواهان است. زنده باشین. تشکر دکتر صاحب عزیز. ما شما کل ما در غم از او شریک هستیم، عضو بدن ما هست، عضو فامیل ما، عضو یا بگویم شهروند کشور ما هست. ما به هیچ کسی که خدای نخواسته حتی اگر مسلمان هم نباشه خوش نمیشیم که بمره یا از بین بره، چی رسه به ای که یک هموطن ما باشه، یک عزیز ما باشه و کسی باشه که از امنیت ما و از تمامیت ارضی کشور ما دفاع بکنه و جان شیرین خود از دست بده، واقعا غم‌انگیز هست. باز هم صبر جمیل به بازماندگان و شفای عاجل به زخمی های عزیز. برنامه را ادامه میتیم. شماره تماس ما هست 0793-26-77-61 هست. موضوع برنامه ما در مورد مشکلات یا تکالیف زنانه. نمیخوایم بگویم مشکلات، یعنی عادت ماهوار یک حالت نرمال هست، از خاطر در مورد عادت ماهوار صحبت میکنیم. دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز در استودیو با ما هست، اما در ابتدا یک چند تماس خاط داشتیم. بله سلام علیکم، صبح بخیر. سلام خوراک عزیزم، خوب هستی مادر جان؟ سلام علیکم خوراک عزیزم، خوب هستی مادر جان؟ ببخشید خوراک عزیزم، من میفهم که کمک مشکل تکنیکی هست، بر صورت میشه که صحبت بکنی خوراک عزیزم؟ من میشنوم. نامکتان و سوالتان چی است؟ نام کرشمه نظری. کرشمه جان نظری، بفرمایید. کرشمه جان بفرمایید. سوال داشتم، ولی آرسته باور یک ما کم بشه یک ما زیاد دردم دیگه روی های دل ما درد میکنه، دل دردی تا سه روز چهار روز شدید نداشته باشیم که بخارهای درین بگره یا دزیر چند سال هستی کرشمه جان؟ خورک ازم کرشمه جان چند سال هستی؟ چند سال هستی مادر جان؟ تشکر. گفتم چند سال هستی؟ سن سالتان چند است خورک گلم؟ 35 سال هستین. کن سال دارین دکتر سین؟ چقدر مدت میشه که این مشکلات همین مشکل بی نظم 5 سال هستم. همین مشکل بی نظمی ماهوارتان چقدر وقت میشه خورک گلم؟ 3 روز میباشه یا نهایت 4 روز. نه چقدر مدت میشه، یعنی چندین ماه شده که همین مشکل پیدا کردین؟ یک سال؟ 6 ماه میشه؟ تقریبا 2 سال میشه که این مشکلات. چند تفل دارن عروسی کردن؟ چربی خون و شکر دارم و میرم یک رنمایی برم کنید که
از ظرف شکرم دارین. چند تا طفل دارین کرشمه جان؟ مجرد هستم. مجرد هستین. تشکر خورک ازم. شفای جلبت میخوایم از طریق تلویزیون بشنوین. انشالله دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز با جواب میتن. بخیر باشین. سلام علیکم. خدا حافظ. شماره تماس ما 0793-26-77-61 هست. با شماره تکرار میکنم از زایی که سوال دارین. 0793-26-77-61. بله سلام علیکم. صبح بخیر. سلام خورک ازم. خوب هستین؟ بخیر باشین خورک ازم. بفرمایید نامکتان و سوالتان. مشکل داشتم دفتر نامه تهمینه جان. بفرمایید تهمینه جان. سیستتان گفتین چند از اندازهش هم میفهمین؟ اندازهش خود رو برم مولو میدهیم که دکتر آقا گفته یه جان خوبیات کنان خود ریزام داره. سیسته که زیاده هست اما کلانترینش سایزش چند هست و چقدر مدت میشه که شما این مشکلت دارین؟ من میخواهم بگه دکتر که سیزار که رفت ما یه تلویزیونی کرد یا سیزاری خود کلان زیاد هست. چند ساله هستی خوره کزم؟ یه وقت هستم. عروسی کردین؟ طفل دارین خورک گلم؟ نه خیلی طفل ندارم. چند سال از عروسیتون میگذره؟ از سیما دو سال میگذره. دو سال. خب دکتر سیب کنم سوال خواست. یکی چیز بفرمی عروس دارم که عمل گرفتم باز دونی ما سخصم. خب دونی ما سخصم. باز مریضی ما هم دیگر زیاد همونتون نامنظم آمد زیاد همونتون خراب آمد همونتون در رویشان موی داره. مویکای اضافی در قسمت بالای لبتان زیرای زناقتان پیدا شده؟ نه خواهم. نه میان بسیار زیاد میره مثل نمی زیگ وارکوت. وزنتان تغییر کرده؟ وزن ما تغییر کرده. زیاد شده؟ نه کم شده. کم شده. دیگه سوال خورک عزیزم. تهمینه جان تشکر زنده باشین. از هر دفعه چون خوره که ازم تلویزیون تماشا بکن انشاءالله به نوبت سوالا رو که جواب دادین سوال خودتم جواب میتیم. انشاءالله از طریق تلویزیون بهتون جواب میتیم. من میفهم سنتون رو جواب میکنه که هرچی زودتر بهتر. انشاءالله از طریق تلویزیون بهتون جواب میتیم خوره گلم. بخیر باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. شماره تماس ما هست 0793-26-77-61. موضوع برنامه ما در مورد عادت ماهوار هست و مشکلات و تکالیف زنانه که در نزد خانم ها و دختر خانم ها پیدا میشه. شما عزیزا میتونین اگر سوالی داشته باشین آزادانه سوال بکنین. دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز متخصص نسای ولادی و التراساوند در استودیو با ما هستن. انشالله سوالاتتون جواب میده. شماره تماس 0793-26-77-61 هست. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خب تماس قطع شد. شماره تماس رو باز هم تکرار میکنم. بعضی که شماره تماس ندارن 0793-26-77-61. بله سلام علیکم. صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم السلام. تلویزیون اکتون رو پخش که خوره کزم. علیکم السلام خورک عزیزم. نامک چی سوال چی است مادر جان؟ مریم جان از دشت بسچی. مریم جان از دشت بسچی بفرمایید. چند ساله هستی مریم جان؟ 18 ساله. عروسی خو نکردین درست؟ چقدر وقت میشه که ماهوارتون شروع شده مریم جان؟ یعنی چند سال؟ تقریبا 5 سال میشه. و دردتون تا چی وقت دوام میکنه؟ یعنی پیش از ماهوار شروع میشه؟ ده یک روز، دو روز، سه روز ختم میشه؟ یا و سه روز هم زیادتر دوام میکنه درد؟ نه خیلی فقط اون روز شروع میشه. الا دو روز یعنی یک روز، دو روز دوام میکنه درست؟
خان سوال دیگه. تشکر خورک عزیزم. مریم جان دیگه سوال نداری خورک گلم؟ نه خیر باشه این شفای جا بعد میخوایم خورک گلم انشاءالله سریع که تلویزیون براتون جواب میتیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خب دوستای عزیز، برنامه طبیب خانواده هست. من دکتر محمد نصیر جاله میزبان برنامه و مهمان برنامه ما دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز هست، متخصص نسای ولادی و التراساوند. شما از اگر مشکل یا تکلیف زنانه دارین میتونین که زنگ بزنین و اگر در مورد دیگه باشه من انشاءالله در خدمت هستم. اما کوشش بکنین اگر در بخش تکالیف زنانه باشه دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز براتون سوالاتتون جواب میدن. بله سلام علیکم، صبح بخیر. سلام خورک گلم، خوب هستی مادر جان؟ بخیر باشه خورک عزیزم. بفرما نامک چی هست، سوال چی هست مادر جان؟ من از زمان عزیز هستم، یک جاکت ندارم، پنج ساله هستم و بعد از اون یک چهار ماه امن باشم چک شدید، یک چهار بار میشه که اول نمیدید. خب یک دفعه دیگه هم تکرار که گفته این نامکتان نظیفه است، درست؟ عزیزه. عزیزه یا نظیفه؟ نظیفه. گفتین یک طفلک چند ماه داریم؟ پنج ساله دارم، بعد از دیگه یک امن گرفتیم، پنج ماه دوگانری بود. چه وقت میشه از نقصانیشون های داشت خانه نقصان کردن، در خانه کرتا شده یا نشده؟ نظیفه جان امیسق که شما کردین ازش چه وقت میگذره؟ آیا در خانه بودین که صد کردین، در شفخانه کار شد یا خودتان خواستین؟ چهار سال میشه در شفخانه صد کردین، کرتا شده. چند سال هستی خودت نظیفه جان؟ 24. بله. چند سال از عروسی تان میگذره خورک گلم؟ 6 سال. بله. خورک از این وقتی که صدق کردی پیش دکتر سایبار رفتین، بعد از اون معاینات تان تکمیل کردین، مثلا معاینات تورچ سکرین و چیزایی که ضروری بود؟ بله. معاینات گروپ خونتان کلش چک کردین؟ بله چک کردیم. معاینات تان نشان نداد که مثلا میکروبی هست یا؟ نه خیر نمی، اما وقتی صرف کردم بودم خانم نکر میکروبی بود، بعد از دوا خورم برد خواه. یعنی 4 سال پیش ای کار شده بود، باز تداوی شدین، فعلا کوشش میکنین که حمل بگیرین، حمل نمیگیرین، درست؟ بله. پیش دکتر سیبال مراجعه کردین، دکتر سیبال نمیگه که مشکل دارین یا میکروب دارین یا سیست دارین؟ نه خیر نمیگه، تنها میگه که میتخمایت ضعیف هست، میگه خلاص تخما ضعیف است. شوهرتان خو معاینات شده تکمیل؟ معاینات کرده، خوب است. دیگه سوال خو نداری نظیفه جان؟ دیگه چیز دیگه در معاینات تلویزیون معلوم میشه. آها مادر جان، تشکر خورک عزیزم، شفای جبت میخوایم، روزکت خوش، خداحافظ. خداحافظ. خب دوستای عزیز، شماره تماس ما هست 0793-26-77-61. امروز در استودیو با ما دکتر صاحب حوریه قربانی عزیز هستند که در مورد عادت ماهوار صحبت میکنن و مشکلات زنانه در کال. اگر شما سوالی داشته باشین در این بخش میتونین به می شماره که گفتم که باز هم تکرار میکنم میتونین زنگ بزنین. شماره تماس 0793-26-77-61 هست. بله سلام علیکم، صبح بخیر. و علیکم السلام، خوب هستین؟ خیرتیست؟ خب بخیر، تلویزیون که تان صدایش بلند بود، ما مجبور بودم که قطع بکنم. یک خواهش دوستانه برادرانه است تمام شما عزیزا، لطف بکنید زمانی که زنگ میزنین از رادیویتان از تلویزیونتان یکم که فاصله بگیرین، به خاطر که این تک صدای مخرش میه، باز ما مجبور میشم پورا قطع بکنم. شماره تماس 0793-26-77-61 هست. بله سلام علیکم. سلام خوب هستین؟ سلام خورک عزیزم، خوب هستین؟ صحبتان بخیر. خوب هستین؟ بخیر. خدمت دکتر صاحب که امروز شما امروز در برنامه حاضر هستن، برادر عزیز میخواستم از یک دکتر که بعد اقای سوال کنم که من خودم خانم خانه می باشم، دو دختر دارم، یک بچه دارم و مدت از 4 سال مایکل و داینال عادت موارم پای کده و چند بارم به دکتر مراجعه کردم، دوا دادم و تبلت خوشی میگه استفاده کنم. وقتی که استفاده میکنم یک روز عقبری شم دیگه مریض نمیشد. همیگه لطفا جوابش اگه دفتر میبرم آبتر. نامکت چی گفتی خورک از اون و سن سالت؟ ناهید جان. ناهیده جان چند ساله هستین؟ بله؟ چند ساله هستین؟ سن سالتان؟
نخواهیدم. چند سال هستی خوارک عزیزم؟ دارتم 38 نه. 38. گفتین چقدر وقت میشه که عادت محورتان قد شده؟ چند ماه؟ دارتم من پار سال ماه گل وقت شده بود. بعد رفتم پیش دارتم سید و میرا جان. اونجا رفتم چند بار برمت نهور در فرطانیت خوشی استفاده کنم. یکم مثلا نرمال شدی عادت محورت یا پا. بعدم تو بیتار که استفاده کرد قد کنم برم داده بودم دوام خلاص برسی زنگ دادم گفت دوباره باید جایی و ما اینا تون کدیم چیز هیچی زم دیده نمیشه به مو خوب تو بشم و زنگ دارم اگه جواب سوال من دارم هزار رفع هزار رفع خورک ازم دیگه سوال خود نداری شما؟ نه خیلی نمیشه تشکر روزه کتان خوش به خدا سپردیمتان شفا عجل خداحافظ. شماره تماس ما 0793267761 هست. عزیزایی که سوال دارین، مشکل طبی یا صحی دارین، خاصتا اگر در بخش مشکلات زنانه باشه یا در بخشی که دختر خانم ها مشکل نسای ولادی یا پا داشته باشن، شما میتونید که زنگ بزنین و سوالتان با دکتر سبهوریا قربانی عزیز مطرح بکنین. انشاءالله در خدمت خود بودیم. بله سلام علیکم، صبح بخیر. و علیکم السلام، خوب هستین؟ خیرتیست؟ زنده باشین، تشکر. بفرمایید نامکتان چیست، سوالتان چی است؟ عایشه جان بفرمایید. عایشه جان بله. خب تماس عایشه جان دوبار قطع شد. به هر صورت شماره تماس ما هست 0793267761 هست. شما از میتونین که زنگ بزنین، سوال دارین، مشکل طبی یا صحی داشته باشین. ما دکتر محمد نصیر جالب با دکتر صاحب حوری قربانی عزیز هر دو در خدمت شما از قرار داریم. ولی سلام علیکم، صبح بخیر. سلام خورک عزیزم، خوب هستین؟ بخیر باشین خورک عزیزم، صبحتان بخیر. بفرمایید نامکتان چی، سوالتان چی است؟ سمیرا؟ سمیرا جان بفرمایی. یا خوارک ماستا که بیس ساله تا قبل کاش مانده زیاد کاش. بیس ساله هستن؟ قدشان پخش هست و چار قبل کاش مانده دیگه همونی ها اضافی داریش هست بیس ساله کامل کلام کاش. ماهوارشان هم تو کم شده پس افتاد دارن؟ این مریض ماهوارشان تا از داکتر رفتیم که من باره دید به داکتر رفتیم در این دواد رفت با مریض ریزم به ماهوار دید. خب دون سوال دیگه. تشکر خورک عزیزم، تشکر ماه جان. به نفتی که داکتر که رفت به هر تمایناتی سکرده به این مایناتی انجام نداده بگم باستم جاغور را گفتی امرای شکر؟ چاقیش از اول بوده یا پسون؟ چاقیشان از ابتدا بوده خورک عزیزم یا آیسا آیسا چاق شدن؟ چاقیشان بوده تا اینم یک سالدی برابر بوده تا ساله بابا بوده یک چاقی دارم تشکر خورک ازم، من مشکل تگرفتم خورک کنم. تشکر یک جان، شفای جل به همشیرگه کتان میخوایم، روزه کتان خوش، خدا حافظ. من فکر میکنم دکتر سیب تماسا زیاد شد وقت ما کم هست، از خاطر من شما را خاموش میکنم. من مطمئن هستم که اکثریت از عزیزای ما هنوز سوالاتشون باقی مانده. من شما را خاموش میکنم، یک شماره تازه براتون میتونم. اگر قلم کاغذ دارین شماره را یادداشت بکنین، هر وقتی که زنگ دین این شماره پیش می باشه. من انشالله در خدمتتان هستم و اگر سوالی یا مشکلی داشته باشین انشالله دکتر صاحب حوری قربانی عزیز هم انشالله در خدمت خواهد بود. شماره هست 0783 455 و 999.
8. ما شما را باز هم تکرار میکنم، از جایی که سوالتان باقی مانده فعلا عمق سوال کفایت میکنه، به خاطر که ممکن است که نتونیم تمامش را جواب بدیم، تقریبا 35 دقیقه وقت داریم که تمام سوالات را جواب بدیم. به هر صورت شماره که برتون میتونه همیشه پیشون میباشه، هر وقت هر مشکلی که پیدا کردین میتونین آزادانه زنگ بزنین. اگر مربوط به من میشد من خودم جواب میدم، اگر مربوط به دکتر صاحب حوری هم میشد ان شاء الله گوشی رو به دکتر صاحب میدم که مشکلتون حل بکنه. شماره تماس هست 0783 455 و 998. ما همیشه به تقاضاهای شما از آن لبیک گفتیم و به تقاضایتان احترام گذاشتیم، اما تو که براتون گفتم برنامه طبیع خانواده برنامه خودتان هست. به می شما را هر وقت که زنگ بزنین، هر موضوعی که انتخاب بکنین، هر دکتری که انتخاب بکنین، انشاءالله ما در استودیو آزر خواهد ساخته میشه، انشاءالله در خدمتتان خواهد بود، چون هدف ما تمام ماهی است که در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم. خب دکتر سیب بین، در ابتدا قبل از اینکه سوالکای عزیزای ما را جواب بتیم، یک خلاصه اگر کوتاه چون سوالا زیاد باقی مانده، در مورد خود منس یا عادت ماهوار یک معلومات بتین، چون اکثریت کسا یا اکثریت خورکای عزیز ما یا مدرکای عزیز ما تو فکر میکنه که عادت ماهوار یک مشکل هست، یک مرض هست. امید اگر یک تعریفه که بسیار کوتاه و عام فهم داشته باشیم. عادت ماهوار یا منس یا قاعدگی که به چند نام یاد میشه، پیریود بسیاری میگن یا منستریشن، این یک عادت است، یعنی یک حالت طبیعی، یک حالت فیزیولوژیک است که به صورت دوره‌ای در نزد خانم ها هر ماهی وقوع میپیونده. و خود عادت ماهوار عبارت از خونریزی یا دفع موکس، خون، مخاط و خود بقایای اندومتر است که در ما به صورت دوره‌ای ریزش میکنه و خارج میشه. کیره میگن عادت ماهوار و این یک مرض نیست، یک عادت بخی نارمل است و یکی از نشانه های بلوغیت در نزد دختر خانم هاست. وقتی که اینا به بالغ میشن یا به بلوغیت میرسن، نزدشانی به وقوع میپیونده و الا تا سن 45 یا 55 سالگی ادامه پیدا میکنه و پس دوباره قطع میگرده و خاموش میشه. کیره میگن عادت ماهوار. زنده باشین، تشکر. دوستای سیزم تو که دکتر صاحب گفت یک مشکل نیست، گرچه یه کلمه بسیار عام شده در بین مردم، میگه که مشکل ماهوار دارن یا مثلا مشکل یک مرض برش خطاب میشه، یک مشکل غیر طبیعی برش خطاب میشه، در حال که تو نیست. یک عمتی که میگه عادت ماهوار یعنی یک چیزی که به شکل عادتی، به شکل نرمال، به شکل فیزیولوژی هر ماه در نزد یک خانم صورت بگیره، مثلا هر 30 روز بعد یا هر مثلا 28 روز بعد، مثبت منفی 7 میگن که به می شکل باید باشه، یعنی در هر عادت ماهوار مقدار 25 تا 80 سی سی خون خارج شود در نزد یک دختر خانم یا خانم، و هر باری که یا ماهوار میشن، یعنی هر یک ماه بعدی که ماهوار میشن، میتونه که در حدود 3 تا 7 روز باشه. اگر 3 روز هم باشه نرمال است، در بعضی کسا از ابتدا 3 روز میباشه، بعضی کسا از ابتدا 7 روز میباشه، در بعضی کسا از ابتدا 5 روز میباشه، هیچ قابل تشویش نیستن. خب دکتر سه، میشد یک خلاصه ارتباط از این با سیستم اندوکراین چی هست؟ قبل از اینکه میخوایم به سیستم اندوکراین مراجعه کنیم یا به سیستم اندوکراین حرف بزنیم، میخوایم که همین مدت و دوام و خود حالتش قرار که شما میادار شدین و ما میخوایم دوباره تکرار کنم که اول مدت زیست، مثلا از اولین روز قاعدگی که شروع میشه یا خونریزی تا سکل بعدی که در اولین روزش ادامه پیدا میکنه 28 روز میباشه و مثبت منفی 7 روز، یعنی از 21 تا 35 روز هم میشه نرمال تلقی شود. و دیگه مقدارش است که مقدارش از 30 میلی لیتر الا 80 میلی لیتر می باشد، در نظر شخص فرق میکنه. و دیگه دوامش است که دوامش از 2 الا 7 روز و نهایتا تا 8 روز هم ادامه پیدا میکنه. و سیستم اندوکراین در حاصل در بدن 4 عضو است که با هم ارتباط مستقیم داره که اینا با هم یک جای شده، یعنی یک سیستم یا یک سکل عادت ماهوار در وجود خانما به وجود میاره. و گرچه خود عادت ماهوار یک آلت است که برای سن باروری، وقتی که سن باروری دان از دختر خانما میشه، این به خاطر تولید مثل جنسی هم یک رول بسیار مهم بازی میکنه و بنان یا ارتباطش با می سیستم اندوکراین زیاد است که در سیستم اندوکراین اولین کار را که آغاز میکنه خود غده هایپوتلاموس است که غده هایپوتلاموس در دماغ موقعیت داره، بنابر افراز یا آزاد نمودن بعض هورمونایی که از غده هایپوتلاموس آزاد میشه، این به سیستم منظم بالای دیگر غده و از او
که به نام غده هایپوفیز یاد میشه و بعد از غده هایپوفیز هورمون های دیگه که آزاد میشه با تاثیر از بالای تخمدان ها و تخمدان ها هورمون هایی را که افراز میکنه تاثیراتش بالای اندومتر تا به این سیکل ادامه پیدا میکنه که خود غده هایپوتلاموس هورمونی را که افراز میکنه پنج هورمون است و مو هورمون محرک زیادتر گونادوتروپین است که خصوصا گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون است که وقتی که به صورت ضربه ای افراز میشه یعنی ای پیام میفرسته به غده هایپوفیز. غده هایپوفیز وقتی که پیام از زیر میگیره در مقابل دوباره سبب افراز سینه هورمون میشه که هورمون FSH LH و هورمون پرولاکتین است که خود FSH معرک تاثیرات از بالای تخمدان ها بوده که یعنی معرک یعنی یا ساختن فولیکل در تخمه ها یا تخمه در تخمدان ها میباشه و وقتی که تخمه FSH یعنی در هر ماه به صورت منظم یک تخمه غالب میشه و آزاد میشه به خاطر کسایی که عروسی کردن میشه ای به جنین تبدیل شوه اما طوری سیکل به خاطر تولید مثل یا بقا ادامه پیدا کنه و امی غده که امی هورمونی که FSH میگه یا امی تخمه یا فولیکل میسازه امی خود فولیکل سبب افراز هورمونای استروژن یا استرادیول میشه و همچنان و هورمون الچ که از غده هایپوفیز افراز میشه ای سبب میشه تا امی فولیکل آزاد کنه یا تمزق کنه به خاطر خود القا و امی وقتی که القا امی تخمه یا فولیکل رپچر کرد یا آزاد شدی به جسم زرد تبدیل میشه که در جسم زرد یا سبب افراز یک نوع هورمون به نام پروژسترون میشه که پروژسترون هم تاثیراتش بالا اندومتر است و خود هورمون استروژن سبب میشه اندومتر زخیم میسازه به خاطر امی غرس خود امو القا یا امو القایی که صورت گرفته امو تخمه باید غرس شوه این وظیفه را به عهده داره و الچ هم همچنان سبب میشه که امی القا در اینجا به صورت درست غرس شوه و همچنان غده هورمون پرولاکتین است که هورمون پرولاکتین هم با همکاری بوده که غده سبب میشه که یک جای در غرس و امی القای خود تخمه ها این رول بازی کنه که در زمان شیردهی خود هورمون پرولاکتین سبب افراز شیردن از خانمایی که شیردهی هستن در پستان ها میشه که یک ارتباط مستقیم از این بالای از این هست و میاییم با سر خود اندومتر که اندومتر خودش بنابر دیگر ارتباطاتی که با فازا داره یا سبب ریزش یا خون عادت ماور یا قاعدگی دن از خانم ها میشه. خیر بینید، زنده باشین. تشکر دکتر صاحب عزیز. با امید از اینکه عزیزای ما دقیق شنیده باشند موضوعات دکتر صاحب بسیار هم تو منظم قدم به قدم تمام افرازات هورمونا که چی تغییرات در یک خانم به وجود میاد، چیزایی که بسیار هم تو که دکتر صاحب بتون گفت یک سیستم بسیار مغلق، یک سیستم هست که ارتباط میگیره به غدواتی که در دماغ ما هست، این مواد افراز میشه، یکی سر دیگهش تاثیر میکنه، دیگهش افراز میشه و بالاخره دیگه باز مواد افراز میشه، بازو میرسد تخمه ها تاثیر میکنه، سر رحم تاثیر میکنه، سر اندومتری همش تاثیر میکنه. یک پروسه هست که مثل یک تیم ورک واریز یک هورمون یا یک مثلا یک ماده نمیتونه تمام کار بکنه، یک تیم ورک است که کل از یک جای شروع میشه، دست به دست هم میتنه و بالاخره یک پروسه جفتگیری شروع میشه و پروسه جفتگیری به اتمام میرسه. پس همین پروسه که صورت میگیره یا مثلا همی عادت ماهواری یا شروع میشه، یک پروسه هست که از کنترل خود دختر خانم یا از خانم خارج است. از اون خاطر ممکن هست که بعضی از خانم ها مثلا در سیر عادت ماهوارشان یک تعداد مشکلات پیدا بکنن، مثلا کمک از نظر روانی تغییرات در او اشخاص ببینن، چون سوید پروژسترون یا برهم میخوره و یا باعث میشه که کمک افسرده شون، کمک زشت شون، کمک مثلا در خانه همکاری نکنن، تنبل شون، درد پیدا بکنن، اعضای فامیلشان مثلا یک برادر مثل یک برادر خوب، یک خواهر مثل یک خواهر خوب، یک مادر مثل یک مادر خوب، یک پدر مثل یک پدر خوب، این حالتش درک بکنه، گذشت بکنه، از زشت بودنش گذشت بکنه، از تنبلیش گذشت بکنه، در خانه در کارهای خانم رایش همکاری بکنه. بخاطر یک پروسه هست که دختر خانم یا خانم نمیخواد اصلا نمی کارشه،
یعنی خودش زشت شود و بد بکنه یا مثلا تنبل شود و کار خواه نکنه، اما یک چیزی است که از کنترلش خارج است که دکتر سیبرتان تشریح کرد که افرازات و غدوات هستند. به هر صورتش یک فامیلی سپورت وجود داشته باشه، اعضای فامیل با طبقه اناس یا خانمای خود که خانمشان هست یا همشیرهشان هست یا احراس و فامیل هست همراهش همکار باشن تا زمانی که عادت ماهوارشان سپری میشن، انشالله پس نرمال میشن، کل چیزایشان به شکل طبیعی پیش میرن. خب دکتر صاحب، میشه یک خلاصه بعد ازی باز بونیم به خیلی ساده سوالات، سوالات بسیار زیاد است، یک تقسیم بندی خلاصه داشته باشین از عادت ماهوار؟ عادت مار نظر به یکی تغییرات خود تخمدان است و نظر به تغییرات خود اندومتر است که به سه مرحله تقسیم میشن. نظر به تغییرات اندومتر، اول فاز خوندیزی است یا خود قاعدگی عادت ماهوار است، دیگه فاز تکثریش است و بعدا فاز ترشویش است، و نظر به تقسیم بندی تخمدان فاز فولیکولار است یا اوولیشن است و بعدا فاز تخم گذاری است و بعدا فاز لوتیال است که تقسیمات است و هر کدام رول خود در رابطه با می خود عادت ماهوار بازی میکنه و منظم پیش میره. تشکر، خیلی وقت است تشریح کنیم و نصیب طرف سوال آوریم. وقت کم از دکتر صاحب، خیلی زنده باشین. ببینیم طرف اولی سوال از خوراک هستیم و به نام کرشمه جان نظری تماس گرفتن، گفتن عادت ماهوارشان یک ماه کم است یک ماه زیاد است و دلدردی بسیار زیاد شدید دارن، 25 ساله هستن، مجرد هستن، شکر هم دارن و 2 سال میش از این بینظمی عادت ماهوارشان. آها، برای از این خواهر ما باید بگویم که عادت ماهوار که سکلشان برهم میخوره، یکی عادت ماهوار در چند حالت یکی بی نظم میشه، یکی در شروع خود جوانی وقتی که دختر به بلوغیت میرسه تا 2 ساله یک بی نظمی بنابر تکمیل همه خود قدوات کرموناش افراز میشه، یک بی نظمی به وجود میه و یکی هم بی نظمی در زمان خود خشک شدن وقتی که اینا میرن به طرف قطع عادت ماهوار، او وقتی 2 سالی بینظمی موجود می باشه. ولی بینظمی هایی که در وسط از این سن به وجود می آید، یا سنی که از 18 سال به بالا و یا سن پایین تر از تقریبا 40 سال یا 38 سال، این عموما می تونه که منبع پاتولوژیک داشته باشه که منبع پاتولوژیک زیرا باید سببش دریافت شوه، مخصوصا زیادتر می تونه که مشکلات هورمونی در نزد از دختر خانم ها باشه و یا می تونه مشکلات دیگه انتونی در نزد از اینا باشه که سبب بی نظمی عادت ماهوار در نزدشان شود. بی نظمی هایی که از سبب هورمونی در نزد از دختر خانم ها به وجود میاد که شاید ترین از پی سی او یا پولیسیستیک اووری است که بنابر بلند رفتن هورمون تستوسترون که تبدیل می شود به اندروژن، بنابر بلند رفتن از این سبب ماهار هورمون های اف اس اچ ال اچ، یعنی از هورمون هایی که از غده هایپوفیز افراز میشه، این مشکلات به وجود میاره و سبب میشه که می بی نظمی در نزد دختر خانم ها با وجود می آید و همچنان زیادتر امینا وزنشون زیاد می شه، عادت ماهوارشان قطع می شه یا دیر می آید، مقدارش کم می شه و درد می داشته باشند و اکثرا درد یا دیسمنوریا که به صورت اولیه است که به صورت ثانوی است که اولیه از یک حالت طبیعی یا نرمال است، ولی ثانوی از هم بنابر موجودیت یک موضوع پاتولوژیک یا انتونات می تانه با وجود بیاید که ای باید نزد دختر خانم خوب سعی یعنی پولیده شوه و تشخیص شوه و برزی توصیه میکنیم که پیش یک دکتر متخصص نسای ولادی مراجعه کنن، بعد از تکمیل معاینات و تاریخچه‌شان تشخیص صورت میگیره و بعدن تداوی از اینا صورت میگیره، انشالله شفایاب میشه. آن بخیر باشین، زنده باشین. در یکی از برنامه ها ما در مورد بخارای جلدی که صحبت میکردیم گفتیم تمام بخارای جلدی ارتباط به دکتر صاحبای جلدی ندارن، میتونن که بخش جلدی باشه، میتونن بخش داخله باشه، میتونن بخش نسایی ولادی باشه که یک دکتر صاحب بسیار زیبا تشریح کرده، موجودیت سیست در تخمدان میتونه که باعث به وجود آمدن مشکلات جلدی، لکه های جلدی، بخارای جلدی شون، موهای اضافی در قسمت بالای لبتان، قسمت های زیر زنا تان پیدا شه، عادت ماهوار کم شه. و مسئله دیگه که از کرشمه جان نمتو که دکتر صاحب در بخش نسای ولادی یا در بخش زنانه تشریح کرد براتون که مثلا این چیزا باعث میشه بعضی از امراض داخل هم میتونه باعث برهم خوردن عادت ماهوار شه، مثلا کم کار شدن غده جاغور و یا پرکار شدن غده جاغور، هر دوی ازی مثلا اگر کم کار شه معمولا مشکلات در کمبود
یا کم پسافتاد پیدا کردن در ماهوار و کم شدن مقدار خونی که خارج میشه در ماهوار پیدا میشه. اما اگر شما هایپرتیروئیدیسم داشته باشین این باز بی‌نظم میشه. بعضی اوقات شما مثلا کم ماهوار می داشته باشین، بعضی اوقات بسیار زیاد می داشته باشین، یک بی‌نظمی خاص مخصوصا زیاد خون ضایع کردن و زود مریض شدن در هایپرتیروئیدیسم دیده میشه. به هر صورت یک لطف بکنید پیش از دکتر صیبای، همونطور که دکتر صیب توصیه کردن، دکتر صیبای نسای ولادی، اگر مربوط از وام شد خوب، اگر نمیشد باز خود دکتر صیبای شما رو رفر میکنه، یعنی راجع میسازه به دکتر صیبای داخله. تخمینه جان سوال دوم بود، گفتن سیست دارن، 37 ساله هستن، دو نیم سال پیش گفتن اکسپت کردن، اگه اشتباه نکرده باشم، گفت بی‌نظمی ماهوار داره و مویریزی هم داره، وزنشان هم کم شدن. گفتم به نظر شما من سیستی که دارم آیا این سیست عملیات بکنم یا دوا بگیرم؟ که من چند دفعه از خوراک از ما پرسان کردم که اگر میشه سایزش رو بگوین، چون سایزش و تعدادش مهم است، اما گفتم من این را نمیفهم. سیست اکثرا ما گفتیم زیادترین دلایل سیست در نزد دختر خانم ها کم شدن هورمون است، یعنی زیادتر مسائل هورمونی مطرح است که او را قبلا هم که یاد کردم، یعنی زیادترین مشکلات امو پی سی او یا پولیسیستیک اووری در نزد از اینا وجود می آید. وقتی که اندروژن بلند میره در تخمدان ها به جای یک تخمه، یعنی تقریبا 10 تا 15 تا 20 تخمه، یعنی شروع میکنه به بالغ شدن، ولی چون هورمون ها نمیتونه تمام از این بالغ کنن، یکی از که کوشش میکنه و بلوغیت برسه این نمیشه و این نمیتونه که گرفت تمزق کنه یا پاره شو بنانی، کلان میشه و تبدیل میشه به سیست. که این سیست ها اکثرا اندازه منظم خود داره که تا چی اندازه باید تداوی شوه و بعد چی اندازه که بزرگ شدی میره به طرف عملیات. ولی زیادتر خوشبختانه، یعنی در شروع وقتی که تشخیص میشه بسیار خوب با دوا جواب میگه و بسیار خوب زود یعنی یا تداوی میشه و چون از بین میره. ولی تداوی اصلی، سبب اصلی بلند بودن هورمون است در عضویت از اینا. یعنی وقتی که یا پیش دکتر مراجعه میکنن، تداوی که صورت میگیره باید هورمونای بدن از یاد تنظیم شه تا دوباره یا به می اختلاط دوچار نشه. یعنی اگر تنها به خاطر از بین بردن سیست اگر تداوی شون، یعنی میتونه این پروسه تکرار کنه، شوه بار بار سیست پیدا کنه. بنان به خاطر تداوی از این، اگر سبب اصلی از این که می بلند بودن هورمون اندروژن است، یعنی بعد از یک ماه نوت هورمونی دقیقی که نزد از دختر خانم ها صورت میگیره معلوم میشه که بلند بودن از کدام هورمون و پایین بودن کدام هورمون، اینا میتونن دوباره عصبی هورمون ها را در خونشان تنظیم کنن و این مشکلات رهایی پیدا کنن. از این که ای خواهر ما سنشان هم بلند است که اکثرا یکی از مشکلات ناباروری و بی‌نظمی های خود عادت ماهوار تقریبا به صورت یک یاسگی یا قطع عادت ماهوار زودرس است در نزد بعض دختر خانم ها که تقریبا پایین تر از سن 40، یعنی در خانه 35 الی 40 به وقوع پیمانده، یا زودتر به طرف خشک شدن میره یا منوپوز میرن که خدا نکنه که این مشکلات داشته باشن. یا بسیار دقیق با چک که یک نوع هورمونی که به نام سیروم هیمچ یا آنتی مولاریان هورمون است، بسیار دقیق برای یک دختر خانم، برای خانم معلوم میشه که تا چی اندازه تعداد تخمدان های از این تخمه باقی مانده و تا چی وقتی میتونن عادت ماهوار داشته باشن یا عادت ماهوارشان منظم باشه یا چقدر تخمه در پیش از این موجود است که میتونن دوباره حمل بگیرن. بنان یا ضرورت دارن، یعنی بازم برای یک دکتر مجرب نسای ولادی که نزدش مراجعه کنن و بعد از تست و تشخیص از این تداوی پیش شد صورت بگیرد. خیلی بینید زنده باشین. تشکر دکتر صیب عزیز. یک چیزی که دیگه که من میخواستم علاوه بکنم به گفتار دکتر صیب حوری قربانی عزیز، مسئله صدقتان هست که تا که دکتر صیب دیگه اجازه ندادیتان حمل نگیرین، ممکن است که باز مسئله میکروبی بودن یا انتانی بودن این چیزا مطرح باشه که حتما اول پیش دکتر صیب برین مایناتتان تکمیل بکنین. دکتر صیب که اجازه داد برتان که اینال میتونین که حمل بگیرین، با دوزو باز حمل بگیرین. و مسئله عملیات دکتر صیب گفت، ببینید ما عامل باید تداوی بکنیم، نه این که مثلا چیزی که با وجود آمده. اگر شما مثلا به طور مثال سیست عملیات بکنین اما مشکلات هورمونی وجود داشته باشه، پسی به وجود میاد، باز شما مجبور هستین که او را ببخشین عملیات بکنین. ببخشین عامل اصلیش که از بی‌نظمی هورمون هاست که نیا باید تنظیم شد، وقتی که تنظیم شد خود سیستا خودش گم میشه. اما یک پروسه هست که کمک تحمل کار داره
زمانگیر هسته، اکثرا به نزدیک از یک دکتر پیشدگی دکتر به خاطر ازی میرن که ایوا تقاضای ازیل دارن که با یک نسخه خوب شان در یک ماه خوب شان. معمولا کمترینش در ظرف 3 ماه تا 6 ماه، حتی بعضی کسا تا 2 سال دوام میکنه که این مشکلات سیستون خوب شه. به هر صورت میریم سر سوال بعدی از خوارک عزیز ما هست به نام مریم جان. گفتن در ماهوارشان دلدردی بسیار شدید می داشته باشند که دلدردیشان به اندازه شدید است که باعث میشه که سفراخ بکنن و دردشان یک الی دو روز اول ادامه می داشته باشه و 5 سال پیش اولین عادت ماهوارشان شروع شد. پیش از این خارق ما دقیق امیم مشکلات پی ام اس یا پریمنسترال تنشن بگیم یا سندروم موجود است، یعنی تنش ها و تغییرات قبل و بعد از عادت ماهوار است که اکثرا به صورت یعنی زیادتر در نزد دختر خانم ها و خانم ها دیده شده که این حالت زیادتر به حالت روحی و جسمی و روانی یک دختر خانم ارتباط داره که در اینجا دو وظیفه هم اندوکراین در اینجا بسیار مسائل هم داره بازی میکنم، مسائل فیزیولوژی چه مسائل خود سایکولوژیک است در نظر دختر خانم ها. یعنی اینایی که به این مشکل دلبدی و استفراغات اینا دچار است، اگرچه خود دسمنوریا یا دردهای قادگی به دو شکل می باشد، یکی به صورت اولیه است که اما سه معیار مشخص برزی درد در صورت که یادت ما را اولیه میشن درد مزجنازشان موجود می باشه. یکی خود درد است که درد در قسمت پایینی بطن یا قسمت سفلی بطن به وقوع می پیونده و یه ادامه پیدا می کند تا قسمت های ران دو طرف بغل و قسمت های کمر می گیره و این به شکل کلیکی می باشه و همچنان خود دردهای ازی تقریبا تا 4 روز ادامه پیدا میکنه و همچنان اعراض سیستمیک مثل دلبدی، استفراغات، مثلا سردردی، گنسیت یا اختلالات خوابی چیزا در نزد از اینا به وجود میاید که این آلت یعنی میتونن با تنظیم بسیار خوب غذا و همچنان استراحت و دوای غیر استرویدی میتونن که حل کنن. ولی اینمی تنش در نزد بعض خانم ها قدر شدید می باشه از دختر خانم ها که حتی سبب یا مانی کارهای روزمره ازی می شه، مانی کارهای فیزیکی روزمره ازی می شه. بنانی حالت به نام پی ام اس یا پریمنسترال سندروم یاد می کنه که تداوی که نزد از دختر خانم ها صورت می گیره، اول آگاهی خود فامیل است یا همکاری خود فامیل است در نزد از یا به خاطر چون اینا روحن و جسمن افسرده می شن و این بسیار تاثیر زیاد برای روان از یا بالا تا حالت جسمی و روانی از اینا داره. بنان فامیل باید با یا همکار باشن، یعنی از این مرض از یا آگاه باشن، یا را مجبور نسازن و استراحت بدن و دیگه غذای کاوی مگنیزیم از کلسیم از B6 از اینا اگر بگیرن برشون بهتر تمام میشه و یک سپورت های سبک بر از اینا هر روز میتونن دفته 3 یا 4 بار مثلا از نیم ساعت شروع کنن اضافه بکنن، مثل یک پیاده روی عادی، مثل یک سپورت های آزاد نزدشون صورت بگیره و همچنان با دوایی که اگر نزد دکتر مراجعه میکنن برشان شروع میشه از یک تابلت و متو رفته رفته باز نزدشان میشه که تابلت ها نظر به تغییراتشان و یا شدت از او اضافه کنن و یا کم بسازن انشالله جور میشه. زنده باشین، تشکر. با امید ازی که مریم جان شنیده باشن و خارکای زیدگی ما که این مشکل داشتن، با امید ازی که شنیده باشن و پیش دکتر سیوا مراجعه بکنن که اول خواه یک مایناتی گپا صورت میگیره، مایانات تلویزیونی برزو باستعین میشه کدام دوا برتان داده شوه. معمولا دواهایی که برزی اشخاص داده میشه دواهای گیاهی به نام منستروگل هسته که یک هفته پیش از عادت ماهوار توصیه میشه و زمانی که یا به عادت ماهوار میرسن اصلا درد احساس نمیکنن و بدون از اینکه درد داشته باشن ماهوارشون منظم میه. میریم سر سوال بعدی از خوراک عزیز ما نظیفه جان. گفتن 5 سال میشه دو ماهه یک تفلک اسید کردن، یک تفلک دارن 5 ساله، دو ماه را صدق کردن، 4 سال از صدقشان میگذره، کرتاش شدن در شفخانه و 6 سال از عروسیشان میگذره و بعد از صدق کردن وقتی ماینات خواهد کردن که پیشتر من به خوارک عزیز ما گفتم که من بعد از صدق ماینات خواهد تکمیل بکنم، ممکن است مسئله میکرویی باشه که از یا بودک گفتن متداوی شده و فعلا کوشش میکنن، 4 سال است حمل نمیگیرن. دکتر صاحبا گفتن که شما تخمیتان ضعیف است و سیستا گفته در التراساوند دیده میشه که من برشان گفتم بله. بعد از خواهر ما باید بگیم اولش خود سقط خب مسائل بسیار زیاد است، سقط بسیار یک
بحث بزرگ است که باید رابطه به سقط صورت بگیره. و عموما سقطا قرار که گفتین مربوط میشه به جنین، مربوط میشه به مادر و مربوط میشه به پدر، حتی سه موضوع داشت دخیل می باشه در سقطا، که سقطا زیادتر اشاره مربوط به مادر است، ولی شکلی که سقطایی که مربوط به پدر و جنین میشه اکثرا کروموزومی است و مشکلات کروموزومی رو بار میاره. ولی به هر حال خواهر ما را سر مسئله سقط شرف رو میزنیم، سر عزیز حرف میزنیم که میخواد دوباره حمل بگیره. عموما بعض مشکلاتی که در حمل یا ناباروری یا انفرتیلیتی به وجود بیاید یا مشکلات زیاد نزد خانم ها موجود است که یکی از دلایلش همی خود کورتاژای بعد از سقط است که یا سبب چسبیدگی های داخل رحم میشه و یا خود عنق یا دهانه رحم که به نام سرویکس یاد میشه میتونه موجودیت چسبیدگی ها در پیش از خانم ها اکثرا سبب این می میشه که نزد از خانم ها عمل صورت نمیگیره. یک موضوع که این بسیار خوب یعنی بسیار زود تشخیص میشه، یعنی ما میتونیم با یک لواژ عادی که بخوایم رای رحم لواژ کنیم میره تشخیص میکنیم که آیا چسبیدگی موجود است یا نیست، باز شو و تداوی شو دوباره خواهر ما عمل بگیره. و دیگه میتونن به صورت ساده یک ایکس ری اسروسلفنجوگرافی هم اگر ازش گرفته شوه در نزد بعض دکتر صاحبا که را توصیه میکنن هم برش تشخیص میشه که بندش یا مانی که به حساب عبور اسپرم تا داخل تخمدان است که القاصورت بگیره من مانی از این حمله ازی شده. یک موضوع و موضوع دیگه خود موضوعات مشکلات گفته من تانات است و اگر چند تانات زیادتر سبب سقط میشه نه سبب انفرتیلیتی. و دیگه مشکلات شوهر است که باید یک سیمین انالایز شود دیده شود که تمام پرابلم ها یعنی نزد شوهر موجود نباشه. و بعدا خواهر مایی که تخمش ضعیف است، یعنی ما بسیار خوب با تداوی هورمونی و ادویه هایی که موجود است میتونیم دوباره نزد دختر خانم ما تخمه پیدا شوه و تخمه به حد نرمال خود برسه و بدن تمزق کنه و القا صورت بگیره. ولی برای خواهر ما توصیه میکنیم یعنی پیش یک متخصص که مراجعه میکنن وقتی معایناتی که برشون توصیه میکنن حتما اون رو انجام بدن، این به خاطر فایده خودشون است، یعنی به خاطر لازم میدونن تا امی تشخیص صورت بگیره که تداوی نشون صورت بگیره. و خواهر ما انوسانش بسیار خورده است، یعنی حمل میگیرن انشالله که درست و دقیق تر نزدش تشخیص صورت بگیره تداوی میشن. زنده باشین. تشکر دکتر صاحب عزیز. به امید ازی که نظیفه جان و خوارک های عزیز دیگه ما که عین مشکل تقریبا دارن برنامه را تعقیب کرده باشن و ما تانسته باشیم و دکتر صاحب حوریه تانسته باشن که هم مشکلات هایی که داشتین تا اندازه رای حل برش آماده ساخته باشن. خب به هر صورت یک چیز دیگه که ما میخواستم به نظیفه جان علاوه بکنم این است که خوراک از ما گفتن که تخمیشان ضعیف هست، اما تو که دکتر صاحب گفت پیش یک دکتر که رفتین همیشه پیش مو یک دکتر برین، تغییر نتین دکترتان، مثلا نفع بگوین پیش یک دکتر میرین باز یک ماه که نشد باز پیش دیگه دکتر. معمولا پیش ما مریض ها میان مثلا وقتی که میان یک بوجی نسخه را میندازه در سر میز که تقریبا یک ساعت میگیره که ما ببینیم که چی دوا را خورده و ما را آرام نمیگیره تا نبینیم، به خاطر از اینکه اکثریت معاینات که یا کردن یا دواهایی که خوردن بر ما یک کمک راهنمایی میکنه که دواها را یا استفاده کردن ما باید نتیم به خاطر که نتیجه نداده یا این معاینات کردن یا خوب بوده ضروری نیست تکرار شه یا معاینات ضروری بوده که یا نکردن که ما واره باید بکنیم. به هر صورتش یعنی دیده میشه مثلا یک خانم پیش مثلا 20 دکتر نسای ولادی یا 20 دکتر داخله یا 20 دکتر گوش و گلو مراجعه میکنه، پیش یک دکتر اگر شما مراجعه بکنین وقتی نتیجه نمیگیرین به این معنا نیست که دکتر نمیفهمه. بعضی از دواها از زمانگیر هست، اما که پیشتر براتون گفتم سیست یک مشکل نیست که در یک هفته خوب شه، مشکل نیست که در یک ماه خوب شه، ممکن است 3 ماه رو در بر بگیره، ممکن است 6 ماه در بر بگیره، ممکن است 1 سال یا 2 سال یا ممکن است عملیات شوه. یعنی نظر به این است که شدت مرضتان چی است. یک داستانی که بود که من همیشه در تلویزیون میگفتم باز هم تکرار میکنم، میگن یک روز یک کس پیش رسول مقبول سام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میره، میگه که برادرم دل درد است. رسول خدا برش میگه که برش عسل بتین، برش میره عسل میده، پس میره سبایش میگه بچه‌م خوب بیادرم خوب نشد، باز میگه باز برش عسل بتین، باز میره میگه خوب نشد، میگه باز برش عسل بتین، باز میره باز. خلاصه یک 7 بار یا 8 بار این نفر رفت آمد میکنن، روز هفتم یا هشتم میام پس تشکری میکنه از رسول مقبول اسلام، میگه که تشکر خیر ببینین که بیادرم خوب شد. دیگه دو چیز بر ما شما نتیجه گیری میگیریم، دو چیز هست. یکی خداوند بزرگ در قرآن کریم گفتن که در عسل شفا هست، بالاخره این شخص شفا یافت. مسئله دوم
هیچ مرضی نیست که با یک پلک زدن به وجود بیه و با یک پلک زدن پس از بین بره. یک مدت در بر میگیره تا که دوا تاثیر بکنه، مثل که یک میکروب داخل میشه ما یک دوره داریم به نام دوره تفریق یا انکیوبیشن پریود میگنش. از زمانی که داخل میشه تا زمانی که عرض علائم میته یک مدت در بر میگیره، اما مدت در بر میگیره تا پس دوباره شخص خوب شه. پس یک کمک تعامل داشته باشین، دوباره پس بشید دکتر صاحب برین نسخه نشان بدیم و دکتر صاحب دواگاه که خوردم اینقدر خوب شدم اینقدر بد شدم یا اینقدر نتیجه نداد، که دکتر صاحب بفهمم که دیگه دوای بعدیش چی هست. این تو نیست که در افغانستان شما فکر بکنید دکتران نه، این در کل کره زمین که برای نمی گپ است، اما سطح آگاهی مردم بلند هست، میتونه که با دکتر خود بشینم و زبان خوب و با زبان آرام و محترمانه صحبت بکنه. بعضی کسا هستن میگن این نسخه را که من گرفتم باید جور شم، که امکان نداره. از او خاطر پیش یک دکتر که رفتیم همیشه پیشش برین، وقت ما کم هست. میریم سر سوال بعدی. ناهید جان گفتن دو دختر و یک پسر دارن، سنشان هم از 38، ماهوارشان از ماه دل و قد شد که دکتر صاحب برشان دوای خوشی را دادن. قراری که ما گفتیم طبعا وقتی که سن آیستا آیستا میره به طرف 40 و بعضی هایی که بعض مشکلات در تخمدان به حساب نارسایی های زودرس تخمدان داره یا جنتیک سبب منوپوز زودرس یا خشک شدن یا قطع شدن عادت مار زودرس دارن، اکثرا نمی بینظمی ها در آخرین لحظات که میرن به طرف منوپوز زیاد دیده میشه، که عبارت از این مشکلات قطع عادت مار است که اکثرا پس هفتاد پیدا میکنه یا برعکس تعداد یا زود یا زیاد موار میشن و همچنان بعض مشکلات دیگر هم همراه با او پیدا میکنن، مثلا دردهای استخوان پیدا میکنن یا پوکی استخوان پیدا میکنن، مثلا گرمی و حرارت بدن، تعرق شبانه یا عرق از طرف شبدن ازشان به وجود میاد و خود گنسیت پیدا میکنن، یاد فراموشی پیدا میکنن، که همراه با اختلالات است که یعنی زیادتر اینه می خانما شروع میشه، یعنی شروع میبینه می عادت ماور است که یا میره به طرف منوپوز. ولی دوای خوشی عموما، خود دوای خوشی، تابلت های خوشی عموما به 3 نوع می باشه، به دوزهای کم، متوسط و زیاد است. یعنی خواهر ما اگر دوای خوشی هم استفاده کردن درست است، یعنی میتونن که اینه برای 3 ماه اول ادامه پیدا کنه پیشان، یعنی اول از دوز پایین شروع میشه، اگر به دوز پایین جواب نگفت دوزش هایست هایست بلند میکنن و بالاخره پس دوباره می تنظیم هورمونایی که در عضویت به وجود میاد دوباره عادت ماورازینا درست میشه. ولی به هر حال خواهر ما اینا نفهمیدیم که بچه قدر مدت اینا دمی دوای قرص های زاد بارداری را استفاده کردن، تداوی درست است، ولی بازم مگر پولوش یک معاینات هورمونی ازشان صورت بگیره بهترتر است بر از اینکه فهمیده شو اگه اینا امی چقدر وقت دیگه باقی مانده که اینا عادت مار میشه و چقدر تخمه های دیگه باقی مانده که نزد از اینا باروری صورت بگیره و خوبتر تشخیص میشه و خوبتر تداوی میشه. زنده باشین، تشکر. از این لحاظ است که ما همیشه میگیم که دختر خانم ها زیر سن 35 عروسی بکنن، به خاطر بعد از سن 35 امکانات پریمچور اوورین فیلیر یا همونطور که دکتر صاحب گفت خشک شدن زودرس یا خشک شدن عادت ماهوار زودرس در بعض خانم ها میتونه که با وجود بیاد بعد از سن 35، ممکن است 36 37 38 39 40 یا پیش از 40 شما چی شوین عادت ماهوارتون کاملا خوش شد و دیگه بعد از اون باز مشکلات برتون ایجاد میشه. از خاطر کوشش کنید در سن پایین تر از سن 35 به خصوص خوراک از اون کرشما جان کال سنشان 35 هستن، بازم اگر تصمیم بگیرن که عروسی بکنن خوبتر است، به خاطر که حداقل یک یا دو طفل خود داشته باشین. میریم سر سوال بعدی از سمیرا جان که سوال اخیر هست. دکتر صاحب یک همشیرگکشان هست 20 سال هستن، قدشان پخش است و چاق هستن، موهای اضافی دارن، موی ریزی دارن، بی نظمی عادت ماهوار، حتی گفتن هر دو ماه بعد ماهوار میشن و دکتر سیبا برشان توصیه کردن مسئله جاغور و شکر، شکر معاینه کردن، جاغور معاینه نکردن. یکم که شما در بخش نسایش معلومات بتین، من میرم در بخش داخلشان. بله. برای زی خوارق ما بگیم قد اکثرا ارتباط داره به جنتیک، یعنی مسئله عمدهش موضوع جنتیک است یا ارث است، یعنی در فامیل که قد پخش مادر و پدر است اکثرا بر اولاد به میراث میره، یک چیز واقعی است. و همچنان بعض ازدواج های خدا به خودی، یعنی ازدواج های خاله و عمه و کاکا و ماما، یا آیستا آیستا یعنی بالای نسل تاثیرات خدا داره که نسل پخش میاره. و همچنان طفلای شیر به شیر، مادرایی که طفلای شیر به شیر به دنیا میارن، از این خاطر همیشه میگن که یعنی یک وقفه در بین اولاد ها
باشه بنابر می دلایل است، یکی تاثیرات بالای قد است، تاثیرات بالای ذهن است یا بالای دماغ است که بسیار خوب، یعنی طفلایی که وقفه دارن رشد دماغشان یا رشد وجودشان بسیار خوب منظم می باشه نظر به کسایی که طفلای شیر به شیر میرن. چرا طفلای شیر به شیر هم فقدان مواد غذاییشان از اول در جنین یعنی در شکم مادر یا در وقتی که یا در بطن مادر می باشن و می کمبود مواد غذایی هم مجبور میشن، یعنی باعث میشه که سبب رشد یعنی رشد بعضی چیزایشان کم میشه یا بتی میشه، اینا نمیتونن درست رشد کنن. و دیگه خواهر ما بی‌نظمی عادت ماورشان ارتباط میگیره زیادتر، یکی همی چاقی، خود چاقی یک ارتباط مستقیم به خاطر عادت ماور داره، چون مکانیزمایی که چاقی بالای تاثیراتش بالای تخمدان است و یکی مقاوم نست در مقابل انسولین و یا خودشان سبب برام خوردن میتابولیزم عضویت میشه و همیست که خود تخمدان ها باعث میشه که یعنی مو فعالیت های خود هم هورمون ها را کم میکنه، یعنی مار میسازه از بین میبره هورمون هایی را که تولید میشه تاثیر میکنه بالای تخمدان ها تا یا بتانه دوباره استروژن و پروژسترون تولید کنه و سکل عادت ماردن ازشون صورت میگیره. خود چاقی می چربی چاقی یعنی تاثیر مستقیم بالای از این موضوع داره که خود بی‌نظمی های زیره باعث میشه، چون چاقیشان گفتن از سن بسیار خرد یعنی از سن 7 سالگی بود اگر چاقی پسان به وجود می آمد می فهمیدیم بنابر تغییرات هورمونی در نزدشان به وجود می آمد، چون چاقی ازی از اوائل بوده و زیادترین تاثیرات بی‌نظمی عادت ماور ازیش دلیلش همون چاقی است که بالای عادت ماورشان تاثیر داره و بی‌نظم است. زنده باشین، تشکر. خوراک عزیزم سمیرا جان و دیگه از عزیزای ما که مشکل قد و مشکل وزن دارن، اما تو که دکتر صاحب گفت یکی از فاکتورهای بسیار عمده و حساسی قد که است ارتباط میگیره با فامیل، یعنی اگر پدر جان قد پخش باشه مادر جان قد پخش باشه بسیار نادر هست که یک طفلشان قد بلند بیاد، بخاطر از نظر فامیلی از نظر ژنتیک ارتباط میگیره با فامیل. و اگر یاد دانم باشه ما یک فرموله که هم داشتیم که میگفتیم که شما میتونید از روی قد پدر جان و مادر جان قد خود بسنجین، چون این می شکل نرمالش هست، مثلا قد پدر جمع قد مادر مثبت 13 تقسیم 2، این فرمولی هست که بچه ها باید یا طبقه ذکور استفاده بکنن اگر قد خود میخواین نظر به قد پدر جان و مادر جان خود یا نظر به قد فامیل خود بسنجن که قدشان نرمال است یا خیر. و دختر خانم ها فرمولشان فرق میکنه، قد مادر جان مثبت قد پدر جان منفی 13 تقسیم 2، هر چیزی که باقی میمونه او قد شما است. قد نرمال در طبقه اناس که است 160 هست، اما در طبقه ذکور که است 170 است، پایین تر از 160 قد پخش، پایین تر از 170 در بچه ها قد پخش است. همکار تکنیکی ما احمد چاجان عزیز اشاره کردن که یک دقیقه وقت داری. خب این موضوع رو میگذاریم، روز بعدی سر صحبت میکنیم. قبل از اینکه خدافیزی بکنم، شماره تماس برتان میتونم، قلم کاغذ بردارین، هر سوال هر مشکلی که داشته باشین شماره همیشه پیش ما میباشه، ما در خدمت هستیم هر سوالی که داشته باشین. و همچنان موضوع برنامه را میتونین که بر روز سه شنبه هم تعیین بکنین یا روز بعدی هم تعیین بکنین، هر موضوعی که شما انتخاب بکنین ما انشالله در مقابل شما و در مقابل تقاضایتان لبیک خواهد گفتیم و موضوع را انشالله نسبت به تقاضایتان تعیین میکنیم. شماره تماس هست 0783 455 و 998. ما شما رو یک بار دیگه هم تکرار میکنم عزیزای برنامه، اگر سوال دارین، مشکل طبی یا صحی داشته باشین، خدای نخواسته مریض عاجل داشته باشین، هر وقتی که باشه شما رو پیش ما میباشم، ما در خدمت هستیم، میتونین زنگ بزنین 0783 455 و 998. خب دکتر صاحب قبل از خدافظی بکنم از خودت میخوام تشکری بکنم، لطف کردین زحمت کشیدین در استودیوی معارف آمدین و در خدمت عزیزای ما قرار گرفتین. تشکر از شما. ممنون شما. دوست عزیز تا برنامه بعدی که باز ما دکتر محمد نصیر جاله دوباره در خدمت شما از قلب میگم، شما از بخواند پاک و لایزال میسپارم. صحت سلامت، روز بخیر، شب بخیر، خداحافظ. نصر همه ایتان.